عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. کروبی اجاره بهای زندان انفرادی خود را به وزارت اطلاعات می‌پردازد. در لحظات دیگر با اخبار سه‌شنبه 17 آبان ماه 1390 از رسانه سمس ایران رسا با ما باشید. و اما مهمترین عناوین خبری امشب. آیت الله همجد گفت محرم امسال برای مردم مظلوم کشورم گریه می کنم. جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در شهرهای مختلف کشور و بیانیه یک گروهی از روشنفکران و کنشگران سیاسی درباره احتمال حمله نظامی به ایران. کروبی هزینه زندان انفرادی خود را هم می‌پردازد. وزارت اطلاعات هزینه اجاره زندان انفرادی را از مهدی کروبی، یکی از دو رهبر زندانی جنبش سبز و خانواده‌اش گرفته است. مقام‌های وزارت اطلاعات همچنین با لغو اجازه حضور فاطمه کروبی در کنار همسرش، حبس غیرقانونی کروبی را تبدیل به زندان انفرادی کردند. محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، در وبلاگ خود با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی پدرش نوشته است که مطلع شده است که مقامات امنیتی اجازه ماندن خانم کروبی در کنار پدرش را نمی‌دهند و اصرار دارند آقای کروبی الباقی زمان نامعلوم حبس را به تنهایی بگذراند. این در حالی است که زندان محل نگهداری آقای کروبی در آپارتمان کوچکی در شمیران در شمال تهران است که هزینه اجاره آن را خود آقای کروبی و خانواده او می‌پردازند. بنابر این گزارش، وضعیت تنفسی آقای کروبی به دلیل شرایط نامساعد و عدم دسترسی به هوای آزاد در 100 روز گذشته دچار مشکلاتی شده است که در حال حاضر آقای کروبی را ناگزیر از استفاده از داروهای تجویز شده پزشک وزارت اطلاعات کرده است. با این وجود، بنابر این گزارش، آقای کروبی برخلاف ورود آسیب‌های جسمی از نظر روحی همچنان در شرایط مناسبی به سر می‌برد و روحیه کروبی نسبت به مسیر انتخاب شده و عهد خود با مردم بسیار عالی و کم نظیر توصیف شده است. آقای کروبی همچون گذشته از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق دسترسی به روزنامه، ملاقات منظم با نزدیکان و تلفن برخوردار نیست. خانواده کروبی با انتقاد از حبس غیرقانونی کروبی گفتند که از حاکمیت انتظار داریم دایره و قلمرو به این حصر ابدایی که ابعاد مختلف آن در تاریخ این کشور ماندگار خواهد شد را هرچه سریع‌تر مشخص کنند. آیت الله امجد گفت محرم امسال برای مردم مظلوم کشورم گریه می کنم. آیت الله امجد درباره برنامه محرم امسال خود با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزی به صداقت و حقیقت اسلام و اهل بیت برگردیم تصریح کرده است. عاشورای امسال می خواهم به جای گریه بر امام حسین بر مردم مظلوم و بیپناه کشورم گریه کنم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله امجد، این استاد اخلاق تاکید کرده است که برای مردم مظلوم و بیپناه کشورم که گرفتار چه جهالتهایی شدند گریه می کنم. آیت الله امجد همچنین گفته است من از نسل جوان که با سوابق انقلاب آشنا نیستند
بسیار شرمنده‌ام و عذر می‌خواهم. آیت الله امجد چندی قبل هم در پیامی در آستانه ماه مبارک رمضان با تاکید بر اینکه ظلم و ستم و عوام فریبی، دروغ، تهمت، فضیلت کشی و نفاق قابل تحمل نیست و قوغا می کند، از علما خواسته بود به داد مردم برسند و افسوده بود: اگر علما ساکت باشند، جوابی نداریم که به مردم بدهیم. وی در همان زمان در جمع گروهی از نمازگزاران در مالزی گفته بود: بزرگترین خیانت فریب دادن و گول زدن مردم است و بالاتر از این خیانتی نیست. مردم را در لباس روحانیت گول نزنیم. مردم می فهمند امروز دیگر روزی نیست که بتوان سر مردم کلاه گذاشت. ممکن است بخواهیم عده‌ای را در جهل نگه داریم، ولی در حقیقت این گونه نیست، مگر اینکه بخواهیم خود را فریب بدهیم. جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در شهرهای مختلف کشور. در ادامه فشارها بر اهل سنت ایران، همانند سالهای اخیر، نیروهای امنیتی از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در برخی کلان شهرهای کشور جلوگیری کردند. به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های عید قربان آن شهر با انتقاد از ممانعت برگزاری از نماز عید اهل سنت در برخی کلان شهرها مانند تهران و اصفهان گفت: وقتی می شنویم که در کشوری که افتخار نظام اسلامی را داراست، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در بسیاری از کلان شهرها ممانعت و ملامت است، شرمنده می شویم. این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا شیعیان را از ادای نماز عید و جمعه منع نمی کنند. اهل سنت ایران از داشتن مساجد در کلان شهرها محروم بوده و به ناچار نمازهای عید و جمعه خود را در منازل استیجاری برگزار می کنند که متاسفانه از سال گذشته از برگزاری نماز عید در این اماکن نیز جلوگیری شده و حتی برخی از این نمازخانه ها پلم شدند. تاج‌زاده گفت: در بازی انتصابات شرکت نخواهیم کرد. مصطفی تاج‌زاده، چهره اصلاح طلب برجسته‌ای که اکنون در زندان به سر می برد، با اشاره به فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد گفته است: قدر مسلم آن که در بازی انتصابات شرکت نخواهیم کرد و با رأی دادن به آن مشروعیت نخواهیم بخشید. این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصمیم گیری درباره تحریم کردن یا تحریم نکردن انتخابات را به آینده و شنیدن نظرات همه جناح‌ها و رهبران جنبش سبز موکول کرده است. تاج‌زاده که در پی نوشتن نامه انتقادی به رهبری در زندان ممنوع الملاقات شده است، در متنی که سایت نوروز منتشر کرده، حملات اخیر به اصلاح طلبان را برنامه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس دانسته و گفته است: جدا از ترس انتخاباتی، شواهد بیانگر دستور تشکیلاتی کانون قدرت به آنان در زمینه جابجایی موضوع اختلاس با خطر فتنه‌گران است. آقای تاج‌زاده گفته است: نباید در دام این تاکتیک افتاد و به جدال‌های بیهوده سرگرم شد. اصلاح طلبان هرچه باشند باشند، فعلا باید ابعاد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در زمینه ی حاکمیت یک دست اقتدارگلاها معلوم شود. این عضو جبهه مشارکت همچنین گفته است: رهبران اقتدارگراها حاضرند برای تداوم حکومت خیش به حیثیت، منافع و حتی امنیت ملی آسیب برسانند، اما زیر بار انتخابات آزاد نروند و همه ادعاهای آنان مبنی بر متکی بودن به رأی اکثریت مردم نیز دروغ بوده است. تاج‌زاده به رهبران حکومت ایران هشدار داده است که اگر به خواسته های مردم توجه نشود، ممکن است ابعاد اعتراضات بعدی بیش از اعتراضات پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری باشد. آقای تاج‌زاده گفته است: هشدار می دهم اگر مطالبه برحق رهبران جنبش سبز، یعنی اجرای کامل قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان تأمین نشود، مردم به رغم سکوت کنونی
خواستهای خود را فراموش نخواهند کرد و منتظر فرصتی می نشینند تا تحقق منویات خود را با صدایی بلندتر از سال 88 طلب کنند. همچنین این زندانی سیاسی با اشاره به تمایل حاکمیت به زد و بند با آمریکا گفته است: اقتدارگراها در حال نواختن سرنا از سر گشاد آن هستند، یعنی به جای بازگشت به سوی مردم و رعایت حقوق شهروندی و دعوت همگانی به شرکت در انتخابات آزاد، عادلانه و سالم، در پی جلب نظر دولت آمریکا برآمدند و می‌خواهند همچون گذشته ایده سازش با خارج، سرکوب در داخل را تحقق ببخشند. تایت‌زاده از برخوردهای غیرقانونی با پرونده خود و همسرش نیز انتقاد کرده و گفته است: پرونده من و همسرم با هماهنگی یک آقازاده به دادگاه رفته است. امیدوارم وقاحت را از حد نگذرانند و مرا مجبور نکنند اسم وی را به همراه نکات دیگری بیان کنم. تایت‌زاده همچنین گفته است: تفکر ولایت فقیه بدون توجه به آزادی مردم نوعی استالینیسم فقهی است و خواستار توجه به آزادی مطبوعات و احزاب به عنوان راهی برای حل بحران شده است. بیانیه گروهی از روشنفکران و کنشگران سیاسی درباره احتمال حمله نظامی به ایران. گروهی از روشنفکران، نویسندگان و چهره‌های سیاسی دانشگاهی ایرانی در بیانیه‌ای سرکوب‌ها در ایران و تجاوز نظامی احتمالی به این کشور را محکوم کردند. به گزارش جرس، امضا کنندگان بیانیه با یادآوری خطرات حمله نظامی به ایران نوشتند که خواهان گذار به دموکراسی در ایران و برپایی حاکمیت برآمده از انتخابات عمومی و آزاد در راستای تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همه ایرانیان هستند، اما نسبت به خطر تهاجم نظامی بیگانگان هشدار دادند. نویسندگان این بیانیه گفتند که امید می‌بریم تا در آینده این نزدیک نظامی در ایران قوام یابد که تمامی مردم ایران، زنان و مردان از هر قوم، زبان، دین و باوری بتوانند به شیوه برابر در اداره آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. نظامی که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را با تبعیض‌های نابرابر از حقوق اساسی و برابر محروم نسازد. ما راه رسیدن به این خواسته را التزام اکید به حق حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و استیفای همه جانبه حقوق مردم می‌دانیم. این بیانیه در ادامه می‌گوید: صدای اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق جمهوری اسلامی از همه جا، از درون و برون ایران برمی‌خیزد. شایسته نیست گرد همایی یا تشریک مساعی مخالفان رژیم به کمک بیگانگان سازماندهی گردد یا در چارچوب منافع و مقاصد دولت‌های خارجی پیش رانده شود. فعالیت‌ها نباید پشت درهای بسته بریده از نظرات مردم و مشارکت مستقیم تمامی نیروهای اپوزیسیون که برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند پنهان ماند. یورواند آبراهامیان، داریوش آشاری، محمد جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، رامین جهانبگلو، فاطمه حقیقت‌جو و مهرانگیز کار از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. آمریکا از گزارش آژانس برای تحریم بیشتر ایران استفاده می کند. کاخ سفید می گوید گزارش آژانس بیانگر نگرانی های آمریکا است و واشنگتن از آن برای تشدید تحریم های ایران استفاده می کند. به گزارش منابع رسمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدیدی درباره ایران منتشر کند که گفته می‌شود حاکی از پیشرفت‌های قابل توجه ابعاد نظامی برنامه اتمی این کشور است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت: آمریکا به فشارهای خود بر ایران و انزوای بیشتر این کشور ادامه می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا ممکن است دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند گفت که
واشنگتن هرگز از این گزینه صرف نظر نمی کند، اما تا کنون ابزار دیپلماتیک مؤثر بوده و همچنان نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال و پیش از انتشار گزارش آژانس، روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی در برابر ایران را که نخستین بار در نوامبر 1979 و به دنبال ماجرای گروگانگیری صادر شد برای یک سال دیگر تمدید کرد. و اینک با اخبار جنبش سبز همراه باشید. تماس و تبریک خاتمی به مناسبت سالگرد ازدواج مهسا امرآبادی و مسعود باستانی. سید محمد خاتمی طی تماس تلفنی با مهسا امرآبادی سالگرد ازدواج او و مسعود باستانی را تبریک گفت و از صبر و شکیبایی هر دوی آنها تقدیر کرد. به گزارش کلمه، رئیس جمهور سابق کشورمان در این تماس تلفنی ضمن آرزوی آزادی هرچه سریع‌تر مسعود باستانی و سایر زندانیان آرزو کرد این سختی‌ها و وفاداری‌ها در دوران فراق عشق و دوستی را بینشان مستحکم کنند. همچنین بر اساس این گزارش روز پنجشنبه 12 آبان که مصادف بود با ششمین سالگرد ازدواج مهسا امرآبادی و مسعود باستانی، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به همراه عده‌ای از جوانان اصلاح طلب مراسم سالگرد پیوند این زوج را برگزار کردند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، در تیر ماه 1388 در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. او در دادگاه‌های نمایشی سال 88 به 6 سال حبس محکوم شد و در اسفند ماه همان سال همراه با احمد زیدآبادی دیگر روزنامه نگار و زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. مسعود باستانی در 28 ماهی که از بازداشتش می گذرد حتی برای چند ساعت نیز از مرخصی استفاده نکرده است. 12 ساعت بازجویی از خواهر فعال ستاد کروبی در منطقه پرت. فریدون سیدی راد از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در روز 10 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. این فعال سیاسی بعد از بازداشت مدت 42 روز را در بند 2 الف سپاه در سلول انفرادی و تحت بازجویی گذراند. فرانک سیدی راد خواهر فریدون با بیان اینکه در این 9 ماه به خاطر تهدیدها و اینکه می‌ترسیدیم شرایط برادرم بدتر از این شود کاملا سکوت کردیم. خانم سیدی راد به جرس می‌گوید برادرم بعد از بازداشت 43 روز در انفرادی تحت بازجویی قرار گرفته است و حتی خود من و دوستان فریدون را به خاطر برادرم مورد بازجویی قرار دادند. او با اشاره به اینکه پدر و مادرم در این چند ماه خیلی سختی کشیدن می‌افزاید زمانی که ما را برای بازجویی برده بودند برادرم را هم دوباره به انفرادی برده بودند و تمام مدت فریدون را تهدید می‌کردند که یا اعتراف می‌کنی یا خواهرت را می‌گیریم. گفتنی است فریدون سیدی راد به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مهران فرجی روزنامه‌نگار به 1 سال حبس محکوم شد. به گزارش سهام نیوز، محکومیت خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه شرق به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صورت گرفته است. آقای فرجی 18 آذر ماه سال گذشته در حالی که برای بازدید خانواده‌اش به قزوین رفته بود، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. وی پس از تحمل 2 ماه بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. علی اخوان فعال کارگری برای گذراندن محکومیت حبس خود به زندان احضار شد. بر اساس گزارش منابع کارگری و بر اساس اختیاریه‌ای که به وثیقه گذار این فعال کارگری داده شده است، وی باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم به وکیلش خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند. بر اساس این گزارش ساعت 2:30 شب 13 خرداد ماه 1389 ماموران امنیتی به منزل شخصی علی اخوان عضو کانون مدافعان حقوق کارگر وارد شده بودند و بدون داشتن حکم قانونی پس از جستجوی کامل منزل که بیش از 2 ساعت به طول انجامیده بود
وی را دستگیر کرده و با خود برده بودند. علی اخوان تا 8 تیر ماه 89 در بند 209 زندان اوین محبوس و تحت بازجویی بود و سپس با قرار وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. حمیدرضا خادم عضو جبهه ملی به بند 350 این زندان منتقل شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال سیاسی به تحمل 5 حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود که پس از تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان به 4 حبس تعزیری جهت اجرای حکم به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. حمیدرضا خادم از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات و عضو دفتر پژوهش‌های جبهه ملی است. صدور احکام سنگین اعدام و حبس برای 2 زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه. بهروز آلخانی و اکبر اکبرپور 2 زندانی سیاسی کرد پس از 1 تحمل حبس در سلول‌های انفرادی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به ترتیب به اعدام و 13 حبس محکوم شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این 2 زندانی سیاسی حدود 1 پیش توسط اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شدند. اتهام این افراد محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام اعلام شده است. در حال حاضر این 2 زندانی سیاسی که به دلیل 1 حبس انفرادی در شرایط نامناسب روحی قرار دارند، جهت عدم شناسایی به بند زندانیان مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. گفته می شود بهروز آلخانی به دلیل عدم تعادل روحی در زمان محاکمه نتوانسته از خود دفاع کند. و در ادامه، دفتر رهبری با تیم تخصصی ایرادات قانون اساسی را بررسی می کند. عماد افروغ گفت ظاهراً احمدی نژاد سخنرانی متوهمانه را کار می داند و خردورزی را بیاری. و بار دیگر تجمع اعتراضی کارگران در بندر ماهشهر. دفتر رهبری با تیم تخصصی ایرادات قانون اساسی را بررسی می کند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است دفتر رهبری در 1 گذشته 1 تیم تخصصی از حقوقدانان را مأمور کرده تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند. دهقان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که سال گذشته این تیم تخصصی متشکل از حقوقدانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شد و اقدام به بررسی 10 مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و 1 از ایرادات را مشخص کردند. خبر تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی پس از آن انتشار می‌یابد که روز 24 مهر ماه رهبری در سخنانی در کرمانشاه با اشاره به حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران در 22 سال پیش تغییر مجدد ساختار حکومت را ممکن دانست. پس از آن مقامات و رسانه‌ها نظرات متفاوتی در این زمینه ابراز داشتند و آقای دهقان نیز هفته پیش این احتمال را مطرح کرد که ممکن است تا سال 1392 یعنی 2 دیگر ساختار سیاسی کشور تغییر کند و انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار نشود. عماد افروغ گفت ظاهراً احمدی نژاد سخنرانی متوهمانه را کار می داند و خردورزی را بیاری. نماینده سابق تهران معتقد است که محمود احمدی نژاد فقط دوندگی، حضور فیزیکی و سخنرانی های هیجانی و بعضن متوهمانه را کار می داند. عماد افروغ در یادداشتی با انتقاد از بیتوجهی احمدی نژاد به اقتدار قوه قضاییه در سخنرانی روز 5 هفته گذشتهش در جمع هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی سابقش آورده است،
آنچه به طور خاص و به خوبی در این سخنرانی مشهود است، تداوم همان روند انتخاباتی تفرق افکنانه، ایراد اتهامات اثبات نشده غیر قضایی و فرافکنی به منظور بسترسازی برای جذب مخاطبان خاص و به طور عمده احساسی و هیجانی است. به گفته افروغ، روشی که متاسفانه در مبارزات انتخاباتی 84 و 88 و البته با اشاره به موارد متفاوت جواب داده است، اما دریغ از یک سند محکمه پسند و یا حکم قضایی اثبات شده. به گفته عماد افروغ، ظاهراً این تنها راهی است که احمدی نژاد برای ماندن در قدرت و دستیابی بیشتر به آن می‌شناسد. روشی احمدی نژادی که تنها امید واهی ایجاد می‌کند و البته ارز و آبرو می‌برد. منوچهر متکی گفت احمدی نژاد در 20 خط صحبت 24 دروغ گفته است. منوچهر متکی وزیر خارجه سابق کشورمان که توسط محمود احمدی نژاد از این سمت خلع شد، در واکنش به اظهارات اخیر احمدی نژاد در مورد اعلام خبر برکناری خود گفته است شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات 20 سطری 24 نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، اظهارات آقای متکی به گزارش سخنان اخیر احمدی نژاد در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی او ارتباط دارد که گفته بود منوچهر متکی وزیر خارجه مورد نظر او نبوده و از آنجا که در دوره وزارت او در دولت دهم 4 دیپلمات ایرانی به خارج پناهنده شدند، رسما از مقام خود برکنار و این موضوع قبل از سفر او به سنگال ابلاغ شده بود. حکم برکناری منوچهر متکی در آذر ماه سال گذشته و هنگامی در سایت ریاست جمهوری منتشر شد که به عنوان وزیر خارجه ظاهراً برای ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری سنگال به آن کشور سفر کرده بود و با انتشار این حکم رئیس جمهوری سنگال از پذیرفتن او به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خودداری ورزید. به گزارش فارس، منوچهر متکی افسوده است که جزئیات این ماجرا را در پایان دوره محمود احمدی نژاد شرح خواهد داد. آتش سوزی در دبیرستان چابهار بررسی می شود. عبدالعزیز جمشید زهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت وزارت علوم و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و حتی قوه قضاییه باید موضوع آتش سوزی در خوابگاه دانش آموزان در چابهار را پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمشید زهی اضافه کرد من در مجلس خواستم در مورد این موضوع تذکر بدهم، اما نمایندگان مانع این کار شدند، در حالی که اگر این اتفاق برای بچه‌های نمایندگان رخ می‌داد به هیچ وجه به این راحتی از سر آن نمی‌گذشتند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این دانش آموزان نخبه بودند افسود بحث مرگ و زندگی این بچه‌ها مطرح بود، اما حاضر نشدند که آنها را با هلیکوپتر از چابهار به زندان منتقل کنند و این باعث شد زمانی طولانی این بچه‌ها که دچار سوختگی شدید شده بودند در راه باشند. صبح روز چهارشنبه 4 آبان ماه امسال در خوابگاه شبانه روزی دانش آموزان دبیرستانی وابسته به دانشگاه علوم دریانوردی چابهار در یکی از اتاق‌های خوابگاه آتش سوزی رخ داد که طی آن 2 دانش آموز کشته و 3 تن دیگر آسیب جدی دیدند. بار دیگر تجمع اعتراضی کارگران در بندر ماهشهر. تجمع کارگران پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر با وعده مسئولان کارخانه برای حل مشکل پیش آمده در فیش حقوقی کارگران پایان یافت. بر اساس گزارش منابع کارگری، کارگران پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر روز یکشنبه 15 آبان ماه در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراض کارگران این کارخانه ناشی از این بود که در فیش‌های حقوقی خود با افت دریافتی‌های خود مواجه شده و با بررسی این مسئله متوجه شدند آن دست از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری
دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بود، مالیات بر مشاغل آنان به صورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کردند. در نتیجه به جای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود، کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زده و به دنبال اعتراض آنها مسئولان کارخانه با تعهد برای رسیدگی به این مسئله، فیش‌های حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع‌آوری کردند. منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در دو ماه اخیر شاهد تجمعات متعدد کارگری بوده است. دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت اصلاح قانون کار باعث ایجاد اشتغال نمی شود. بهرام ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اصلاح قانون کار را بی‌حرمتی به تلاش زحمتکشانی دانست که برای کشور و تصویب قانون کار فعلی تلاش کردند. وی قانون کار را نیاز به اصلاح ندانست. این فعال کارگری با بیان اینکه عدم امنیت شغلی، بیکاری و کمبود شغل و قراردادهای موقت مشکل عمده جامعه کارگری است گفت اصلاح قانون کار باعث رفع تورم در اقتصاد و ایجاد اشتغال نمی شود. وی در خاتمه به حداقل دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود بحث دستمزد با توجه به تورم موجود باید در نظر گرفته شود، چرا که دستمزد فعلی کارگران بدون در نظر گرفتن تورم موجود در اقتصاد بسیار کم و ناچیز است. نقص فنی هواپیمای ایران ایر در بریتانیا هنگام فرود. یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که در مسیر لندن به تهران در پرواز بوده، هنگام فرود برای سوختگری در فرودگاه استان کنت در جنوب شرقی لندن بر اثر تریک دیگه لاستیک از ادامه پرواز باز ماند. بر اساس منابع رسمی در این حادثه به مسافران این پرواز آسیبی نرسیده است. هرچند که فروش سوخت هواپیما به ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی نیست، اما مدتی است برخی از شرکت‌های سوخت‌رسانی هوایی از تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند. از جمله هواپیمایی‌های ایرانی که از لندن به تهران پرواز می‌کنند، به اجبار در شهر کنت در جنوب شرقی لندن سوخت‌گیری می‌کنند. به تازگی چرخ جلوی هواپیمای ایران ای در پرواز مسکو به تهران باز نشد، اما خلبان آن با مهارت موفق به فرود بدون خسارت هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران شد. این دومین نمونه از این نقص فنی در هواپیماهای ایران ایر طی یک ماه گذشته است. ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم‌های پی در پی این کشور از سوی آمریکا فرسوده و کهنه شده، به طوری که هواپیماهای ایرانی به شکل متناوب با اشکالات جدی فنی مواجه می‌شوند. گروهی از روشنفکران، نویسندگان و چهره‌های سیاسی و دانشگاهی ایرانی در بیانیه‌ای سرکوب در ایران و تجاوز نظامی خارجی احتمالی به این کشور را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه سازماندهی اقدامات مخالفان حکومت ایران توسط بیگانگان یا در چارچوب مقاصد دولت‌های خارجی را محکوم کرده و حق حاکمیت ملی مردم ایران را مورد تایید قرار دادند. در ارتباط با انگیزه های تنظیم و انتشار این بیانیه با بابک امیر خسروی فعال سیاسی مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. آقای امیر خسروی، خطر تهاجم نظامی یا دخالت خارجی در ایران مدت هاست که وجود داره. به نظر شما آیا الان میزان این تهدید نسبت به گذشته تغییر کرده؟ از کنم البته با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که الان همزمان داره صورت میگیره، ماجرای طرح نفی قتل سفیر عربستان سعودی در آمریکا و بعد گزارش حقوق بشر و بعد موضوع گزارش که هنوز منتشر نشده ولی احتمالاً اون هم باز شدیداً علیه ایران خواهد بود در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اخبار همزمان دیگری که پهلو هم گذاشته شده و بخصوص که هم دولت اسرائیل
خیلی روی این مطلب تاکید میکنه و دولت‌های مختلف اروپایی هم کم و بیش این موضوع خطر دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای رو خیلی بزرگ میکنن و تهدید میکنن. خب طبیعتاً چنین به نظر میرسه که موضوع خیلی جدی‌تر از اون است که در گذشته مطرح بود. یعنی اون مطلب که شما گفتید البته درسته، ولی بقیه من الان جدی‌تره، بدون اینکه در لحظه کنونی که ما الان دارم با هم صحبت میکنیم واقعا یه خطر لحظه‌ای و قطعی باشه. استنباط ما اینه به طور کلی که این زمینه سازی برای بیشتر تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است که تمام این تبلیغات بیشتر متوجه اونه، ولی نباید خلاصه نسبت به جدی بودن این احتمالاً خطر حمله‌ای نه به صورت لشکرکشی ولی به صورت بمباران مناطق هسته‌ای و نقاط استراتژیک حساس رو نباید کم بهش بها داد، باید خیلی جدی بود. لذا باید اپوزیسیون خارج کشور از جمله ماها که این اعلامیه رو امضا کردیم برای این بوده که هم به دولت جمهوری اسلامی بگوییم که شفاف سازی کنه در سیاست اتمی خودش، امکاناتی بده که هیئتی از حقوق بشر جهانی بره ایران، وضعیت ایران رو ببینه، رابطهش رو از این حالت تحریک‌آمیز دائمی علیه دنیا، آمریکا، اسرائیل خلاصه تعدیل بکنه، یه حالت منطقی داشته باشه در مناسباتش در جهان که اگه هم این خطر حمله حتی 1 در 1000 هم وجود داشته باشه اینا رو ما مرتفع بکنیم. در بخشی از بیانیه که شما همونو امضا کردین اومده که باید از افتادن به دام دوگانه یا رژیم ولایت فقیه یا خاورمیانه جدید پرهیز کرد. منظور شما از این توصیه مشخصا چیه؟ منظور نه از افراط و تفریطه. یعنی ما در این که مخالف حمله نظامی هستیم، این صریحا در اعلامیه هم اونجا مطرح کردیم که ما مخالف هر گونه دخالت نظامی خارجی در ایران هستیم، در این حال هم نمیخواهیم به خاطر این مثلا بگیم ما در کنار و در پشت سر جمهوری اسلامی قرار داریم و یا چون مخالف جمهوری اسلامی هستیم با هر گونه اقدام دولت های خارجی موافقیم، یعنی بیان مثلا بمباران کنن، مملکت رو خراب بکنن، ویران بکنن. منظور این در واقع افتادن به دام افراط و تفریطه. یعنی از یه طرف به نام دفاع از ایران ما بیفتیم در دام تحریکات کشورهای بین‌المللی خارجی که منافع خودشون رو در درجه اول دنبال میکنن از یک طرف، از اون طرف هم خلاصه به ایمان دفاع از تمامیت ارضی ایران در کنار دولت جمهوری اسلامی قرار بگیریم که حقوق ملت ایران رو هر روز پایمال میکنه. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رساح. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. موسیقی